بریم سراغ موزیکی که فکر میکنم اگر قلوف شده نباشه بالای 1000 بار از ما درخواست شده بود که در موردش صحبت بکنیم. باطل با اجرای شادمهر عقیلی. خب توی در واقع رسانه موزیکلند بین مخاطبین رسانه موزیکلند هواداران شادمهر عقیلی بسیار زیادن و از اونجایی هم که میدونن ما خودمون به شدت طرفدار شادمهر عقیلی هستیم، شاید خیلی اوقات وقتی که کار جدیدی منتشر میشه دوست دارن که نظر ما رو هم بدونن. این باعث افتخار ماست و در رابطه باش صحبت میکنیم. ترانه و ملودی باطل از منصور فرهادیان بود و تنظیمش از علیرضا افشار. بریم یه سر به ترانه بزنیم ببینیم توی ترانه چه داریم. هرچی گفتمت نرو نمیرسید بهت صدام، تا کی بگردم تو رو لای بغض و گریه هام. یادتو میندازه من و هوای خیس این شهر، لالایی میخونه بارون برام آروم نمیشم. اون که با خودخواهیاش این عشق و باطل کرد به هم بگو تو بودی یا من. اون که پامون و رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا من. تو کجایی که الان دریا دلش تنگه ببینه ما دوتا رو با هم. ترانه برای ملودی نوشته شده و متاسفانه باید بگم ترانه ضعیفی است. هیچ آنی درش وجود نداره. یعنی طلایی ترین جای این ترانه اونجاست که میگه تو کجایی که الان دریا دلش تنگ ما دوتا رو با هم دیگه ببینه، مثلا همچین چیزی رو نوشته بود. پایه های عشقمون روی یه مشت خاک بود، تا اینجاش هم خطرناک بود که رفتی و همش رو دلم آوار. ترسم از این بود که بگی به هم تیکه های قلب مردت و با دستای خودت بردار. ترانه بسیار متاسفانه ترانه ضعیفیه. هیچ آنی درش نیست، هیچ خلاقیت به خصوصی درش نمیبینم. در رابطه با ملودی هم میتونم بگم که نیم نگاهی داشت به ملودی هایی که در این یکی دو سال اخیر اجرا کرده شادمهر عقیلی، ولی جدای از این که خب بارها آخرین باری که ما راجع به شادمهر عقیلی صحبت کردیم تعداد مخاطبینمون در رسانه موزیکلند 20,000 نفر بوده و امروز 110,000 نفره، پس باید یک توضیحی رو بدم که اگر میخوام مخالفت خودم رو اعلام بکنم با این ملودی و این کار. ببینید شادمهر عقیلی رو ملودیهاش تبدیل کرد به شادمهر عقیلی، ملودی هایی که پر از خلاقیت بود، فکر شده بود، نوازندگی های خوبی که انجام میداد توی کارهاش و این باعث شد که شادمهر عقیلی لقب نابغه رو بگیره. یعنی هر کاری که میکرد جذاب بود، خوب بود و همه دوست داشتن برن به اون سمت. امروز شادمهر عقیلی با اون شادمهر گذشته تفاوت بسیاری داره. امروز اونه که داره دنبال دیگران میره و اونه که داره صدا سازی میکنه برای اینکه صداش رو نزدیک بکنه. اگر شما کارهای 10 سال پیش شادمهر رو گوش بکنید میبینید یک صدای تقریبا صافی رو داره ارائه میده و یک صدای تقریبا صافی رو میشنوید که امروز از اون صدای صاف خبری نیست. یک صدای تو گلوییه که روز به روز داره به شکل خودخواسته‌ای بمتر میشه. اگر بخوام مثال بزنم دندونا رو انگار به هم دیگه فشار داده تو بودی و من، یه ته صدایی که خیلی قبل‌تر از اینها ما تو صدای شاید خیلی میشنیدیمش. امروز شادمهر عقیلی داره این صدا رو از حنجره خودش بیرون میده و متاسفانه این شادمهر اون شادمهری نیست که من طرفدارش بودم. به همین دلیله که نمیتونم بپذیرم این رو. اگر یک خواننده نونیم بخونه خیلی راحت بهش میگم که ترانت ایراد داره و ملودیت خوبه، میتونه خیلی بهتر بشه، تنظیم معمولیه، خیلی جای کار داره، ولی وقتی از شادمهر عقیلی این کارو میشنوم نمیتونم همچین حرفی بزنم، به علت اینکه شادمهر عقیلی کارنامه درخشانی داره و حداقل ازش انتظارها خیلی بیشتر از کاری مثل باطله. کار باطل از نظر من برای شادمهر عقیلی باطله و کار بسیار کمیه.
به قول عارف کریمی که میگفت این کار میتونه یه کار کاربردی باشه، برای مثلا توی ماشین خوب باشه، ولی من اعتقاد دارم چون که اسم شادمهر عقیلی روی این کاره، همون کاربرد هم از دست میده. اگر کسی گذشته شادمهر عقیلی رو بدونه، نه اگر کسی دو ساله با شادمهر عقیلی آشنا شده، قطعا میتونه این کار براش جذابیت‌هاش رو داشته باشه. از من دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، خیلی نمیخواستم بگم بهتر، ولی بهتر نیست. و اینکه همین، امیدوارم که در آینده خیلی نزدیک باز هم همکاری‌های شادمهر رو با ترانه‌سراهای ترانه شناس ببینیم، کارهای همیشه خوبی رو که تا 4-5 سال پیش ازش میشنیدیم رو دوباره ازش بشنویم و برگرده به روزهای اوجش و دست برداره از این نزدیک به مارکت شدن. یک زمانی مارکت دوستاش نزدیک به شادمهر عقیلی بشه، امروز قشنگ این قضیه برگشته و شادمهر عقیلی میخواد خودش رو نزدیک به مارکت بکنه. و این از نظر شخصی من که میتونه با نظر همه شما تفاوت داشته باشه و همه شما مخالف نظر من باشید، این نظر شخصی منه که این داره به شادمهر عقیلی لطمه میزنه. شما هم حتما نظراتتون رو بنویسید، همه رو میخونیم و تا جایی که بشه پاسخ میدیم. ارادتمندم اول پول، دوم سلامتی، سوم آبرو براتون آرزو میکنم. تا یک قسمت دیگه در رسانه موزیکلند، خدا نگهدار.